سلام، به گوشه تبلیغات خوش اومدید. اینجا کانال گوشه است و من و مشتاق محمدین قرار است تو این گوشه راجع به دنیای تبلیغات صحبت کنیم. دنیای تبلیغات، موضوع امروزمون قوانین تبلیغات تو صدا سیما است. من هم سلام میکنم، بریم شما. ما داریم تو این صدا سیما کار میکنیم، با جلو ما رو بگیریم. ریتم برنامه گفتن تندتر بشود. یوتیوب، مردم تو یوتیوب میبینن، پول اینترنت میدن. بعد ما قصدشو داریم 10 دقیقه‌ای هر برنامه رو بتونیم ببندیم. خیلی هم عالی. شروع کنم. سه تا از احمقانه ترین قانون های تبلیغات در صدا سیما. الان میگم. یکی این که زن روی تخت خواب نمیتونه بشینه و بخوابه. یکی این که زن اگر نوشیدنی میخوره، در حین نوشیدن شما کلوزآپشو میگیری، چشاشو نمیتونه ببنده. و مهمتر از همین این که زن و مرد بدون بچه تو فضای دربسته و نمیتونن حضور داشته باشن. البته قوانین عجیب غریب خیلی زیاده. اگه خواستی مثلا لابلای بحث دربارش من صحبت میکنم. ببین، چیزی که من دیدم اصلا یه سری از قوانینی که وجود داره در نقطه مقابل تبلیغات اساسا. مثلا چی؟ ببین مثلا گفته اغراق نباید بگونی، اغراق نباید تو تبلیغات باشه، اغراق عجیب و غریب. در صورتی که تبلیغات مثلا بخشیش مبتنی برای غلوف کردن. آره، یا مثلا میگه که از کلمه مژده شاید چیپ باشه. الان میگه مژده مثلا از همین کلماتی استفاده نمی. ولی اینکه همین اومدن محدودش کردن، به اون یک قانون اومدن گفتن شما نمیتونید استفاده بکنید، خودش برام جای سوال. اساسا توی صدا و سیما ما خوبه که قانون داریم. ببین، اول این رو تکلیفش رو روشن بکنیم. من فکر می‌کنم به مصادیق بپرسیم. ما نمی‌تونیم قانون رو زیر سوال ببریم. خب ما باید قانون‌ها رو آداپته بکنیم، به روزش بکنیم. چرا یه پارلمانی وجود داره و همش دارن قانون‌ها رو دارن اصلاح می‌کنن؟ قوانین خوبی که سراغ داریم مثل چی هست؟ توی تبلیغات خودمون ما داریم صحبت میکنیم. پس فهمیدیم قانون باید باشه. بله. باید شکلش در طی زمان تغییر پیدا بکنه. از قوانین خوبی که در تبلیغات تلویزیونمون دیدی چند تاشو مثال بزن. به نظر من یکی از ویژه‌ترین خصوصیات تبلیغات توی ایران پاک بودنشه. یعنی شما خانواده خیلی راحت میتونن بشنن این تبلیغات رو ببینن. این به نظر من در یک رسانه جمعی، حالا با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور ما و دغدغه مند بودن مردم، به نظر من یکی از حسناشه. شاید خیلی از تبلیغات میگم مثلا سکس و زنانگی جز ابزارهای پرکاربرد توی صنعت تبلیغات هستش، ولی من میگم که اوکی، ما الان داریم خیلی از شبکه‌های دیگر داریم میبینیم. خب من 2 تا بچه کوچیک دارم، خب همش موقع تبلیغات نگرانم که نکنه الان مثلا تبلیغ یه عطر بشه بعد یه لوندی صورت بگیره. آره، این نمیشه جلو این چیزا رو گرفت، ولی خب من میگم من این پاک بودنه برای من جزء مزیت‌های خوب محسوب میشه. این که مثلا ما تو تبلیغات تلویزیونی اون تبلیغ نوشابه، نه نیوشابه کاله، تبلیغ نوشابه نمیتونیم بکنیم، خوبی یا بده؟ بده. یعنی تو ترجمه میدین که ما بتونیم این کار انجام بدیم؟ آره. جزء قوانین سختگیرانه میدونی؟ آره، میدونی که یه سری از این قوانین مستقیما به خاطر چیزای غذا و دارو هستش. اصلا ما تبلیغات دارو به هیچ عنوان نمیتونیم توی تلویزیون داشته باشیم. مثلا تبلیغات سیگار. تو دنیا هم سیگار ممنوعه؟ خیلی از کشور ممنوعه. نوشیدنی الکلی تو خیلی کشور ممنوعه. استفاده از بچه توی تبلیغات بدون دلیل تو خیلی از کشورها ممنوعه. یعنی فکر نکنید فقط ما ایم که قوانین خاص خودمون رو داریم. خارجی هم چنین چیزی رو داره. سکس تو خیلی از کشورها سختگیری روش وجود داره، اینجوری نیست بی در پیکر باشه. قوانین بپذیریم در همه جای دنیا هست، تو ایران هم هست. بله، قبول داری بروز میکنن قوانینشون رو. یه سری بروز رو نمیفهمم، یعنی چی علیرضا؟ ببین، ما یه سری از قوانینمون خب مال مثلا 20 سال پیشه، 30 سال پیشه. خب من فکر میکنم این قوانین با توجه به شرایط فعلیمون باید تغییر کنه. من چرا نمیتونم الان تو آگهیام مثلا آدرس پیج اینستاگرامم بذارم؟ چرا نمیتونم تو فضای مجازی مون تبلیغ بکنم؟ الان فهمیدم چی داری میگی. ولی من فکر میکنم گیر قوانین تبلیغات در صدا و سیما، تلویزیون و رادیو خودمون چیزی فراتر از بروز شدنه. ما مسئله‌ای که داریم اینه که تولید کننده آگهی اساساً با یه سری بندهای قانونی سر و کار داره که به هزار شکل قابل تفسیره. یعنی قانون چیزیه که همه بتونن ازش یه برداشت رو بکنن، یه تعبیر رو ازش بکنن.
نه اینکه این آگهی رو تولید میکنیم میبریم سازمان آقای مهدوی می بالاخره کدشو میریم با چانه زنی میگیر. ما نصفی از اتفاقاتی که داریم مبتنی بر قانون نیست، ما مبتنی بر دیدگاه اون شورا هستیم، آقای مهدوی مهر هستیم و این کارو سخت میکنه. به همین دلیل که مثلا خرداد امسال میان قانون میذارن که آقا استفاده تبلیغ محصولاتی که اسم خارجی دارن ولی ایرانی هستن ممنوعه. اون چند برابرم برداشته شد؟ نه، میگه محصول ایرانی که اسم خارجی داشته باشه دیگه نمیتونه تبلیغ باشه. اونی که قبلا کد گرفته نوش جونش تا 15 سال دیگه هم میتونه تبلیغ کنه. خود این جای چیز داره چه غلطه دیگه. آره دیگه غلط غلطه، مثل تراکم فروشی چرده تا 15 ماه هر کی کدو گرفت تا 10 سال دیگه هم میتونه. خب این اشتباه است دیگه. ولی میخوام بگم که خرداد میان نامه میزنن میگن اسم خارجی ممنوع، ولی باز میبینی اسم خارجی شما داری واکاکروتسو داری میبینی، لاویزو داری میبینی. زیاد دیدیم این وسط دیگه. خود اپلیکیشن سیگنال رو میبینی که بحث بورس جدید داغ شد دیگه. خب بعد میبینی پس قوانین داره این وسط تعبیر به دیگری میشه. بعضی چیزا با چانه زنی حل میشه. دستشون درد نکنه. اینو من نمیگم که چانه زنی رو جلوشو بگیرن، من میگم قانونا رو تسهیلش بکنه، یه ذره آدما راحت‌تر کار کنن. تو خودت اتاق فکر بودی 50% ایده‌ای که میدی رو کاغذ اگه نگاه بکنی میبینی ری سانسور می‌کنی. آره. میگه اینو کد نمیدن. ولی همون می‌بینی یه شرکت دیگه می‌سازه میره کدش هم میگیره. تو من سوالم همین بود. ببین یکی از معضلاتی که ما داریم این هستش که بارها شده یه آگهی رو ما ساختیم از طرف یه شرکت ایکسی بردیم واحد بازرگانی، یه فهرست بلند بالایی از اشکالات قانونی و غیر قانونی بهش گرفتن. بدتر از اون آگهی ما رو یه شرکت ایگرگی برده بدون هیچ کدوم از اون ممیزی ها پخش شده. میخوام بگم که خود این قانونه هم توی این چارچوب تو خود تفسیر مختلف میشه. این اونجاست که من باهاش مشکل پیدا میکنم به عنوان تبلیغاتچی، چون نمیدونم چیکار کنم، همش مجبورم پیشبینی بکنم و این کار رو سخت میکنه و این باعث میشه خیلی از کارهای خوب در نطفه خفه بشه. برگردم سر سوال اول، من از قوانین عجیب گفتم، دوست دارم تو هم چند تا از قوانین عجیب رو بگی که باش برخورد کردی، چون تو هم اتاق فکر بودی هم تولید کننده بودی، تبلیغ ساختی، همه جور تو آژانس کار کردی. ببین یکی این که ما چرا نمیتونم بگم آقا این بهترینه، جزء ذات تبلیغاته، این بهترینه در لحظه است. حالا بعد از این بیاد خب میشه اون بهترین، درسته؟ ده. الان بهترین لیوانی که من دارم اینه، دلیل نمیشه که این بهترین لیوان توی دنیا باشه. که یکیش این بحث تر و ترین هستش، یه دیگهش بحث این اشرافیگریه. ببین تو بعضی وقتا تو نیاز داری یه برندی لوکسه، تو باید یه فضای لوکس و لاکچری نشون بدی. تو اگه مثلا نشون دی یه نفر از ماشین بنز پیاده میشه، خب میرو جلوتو میگیرن، میگن بعد از پرشیای مشکی چهار در بیاد پایین. آره، ولی قبول داریم فضا رو ما خودمون خراب کردیم. من خیلی نمیخوام داستان رو فرهنگیش بکنم، ولی تو این شرایط اقتصادی که هممون طبقه بی اجتماعی بودیم الان روی سیوان و سی تو هستیم، بدتر هم داریم میشیم. تو نگاه میکنی باز تو آگهی ما یه دونه خانواده‌ن، زنی ور میز، مردی ور میز، یه بچه 5 تا دیس مرغ و برنج و اینا رو میزشونه، یه ذره شرایط رو سخت میکنه برای مردم. میتونم حرفتو نپذیرم، میخوام کاملش بکنم، میخوام بگم آقا ما اینقدر بد استفاده کردیم، اینقدر سبک زن، اینقدر خانواده‌ای که نشون دادیم خانواده‌ای ایرانی نبودند، که یهو سازمان یه دست میذاره روش دیگه. من قبول ندارم. ببین ما شطور سواری دلو دلو نمیشه آقای مشتاق خان. شما چیزی که داری میگی شاید به ظاهر درست باشه، ولی وقتی من برند دارم 10 میلیارد پول میدم، من نمیخوام یه خانواده بدبخت بیچاره نشون بدم. بله. من میخوام یه خانواده خوب مرفه اوکی درست نشون بدم. اصلا باید موافقم. من میگم همیشه تبلیغات خود آرمانی آدم ها رو نشون میده، ولی این حجم خود آرمانی، این حجمی که تو دیگه اصلا خانواده ایرانی تو آگهی یا نمیبینی، این خودش یه ذره تلنگر زننده. ببین من خیلی مخالف این بحث نیستم. تو گفتی آقا اشرافیگری رو نمیتونیم نشون بدیم. من میگم بخشیش گردن خودمونه. اینقدر استفاده بیرحمانه نابجا کردیم. میخوام مثال معروف خودتو بزنم که پدر بزرگ توی آگهی سرای ایرانی توی خونه دوبلکس حداقل خونه معلوم نیست، آره 250 متری همه چیزش هم مثلا قصه خریده، بعد آره. تو سن اصلا 75 سالگی نوش جونش ها پول داره، ولی خب مثلا بعد میگیم چرا
آگهی باورپذیر نیست، تو کت ما نمیره. ما میگم ما هم بد خرج کردیم. این قوانین، تو حاضر بودی این قوانین در حقیقت چه تغییراتی بکنه که باعث بشه که کار کردن برای تبلیغاتچیا شفافتر بشه؟ خب به نظر تو ما اون ستونهای اصلی قوانینی که نگه داریم و یه تبلیغاتچی بتونه با رو اونم سوار بشه و بتونه کار بکنه چی اونه؟ خیلی ممنون از سوالی که پرسیدی، سوال خیلی خوبی بود. اولی شفافیته. تو سوال دی کلمه به کار بردی، کلمه شفافیت گفتی، سوال جواب با هم بود. شفافیت در قوانین ما نیست. ببین در مورد حجاب دختر بچه ها من میترسن اینا رو بگم، حالا یه دو نفرم از سازمان ببینن هی سفترش هم بکن. دختر بچه تا چه سنی میتونه بی حجاب باشه تو آگهی ها؟ تو آگهی ها بستگی به جسه داره. من برات یه جسه میرم تو یه آگهی مجبورش کردن حجاب بذاره سرش، تو یه آگهی بدون حجاب. ولی عرفیش مثلا که 9 ساله. 9 ساله دیگه، عرفیش 9 ساله، ولی خب همین الان هی پایین‌تره. من میگم شفافیت نیست. اگر شفافیت به قوانین ما اضافه بشه و تو اون تیم تصمیم گیر که کد رو میده، مجوز پخش رو میده یا نمیده رو بذاری کنار، یه تیم دیگه بذاری، باز یه نتیجه بگیری. این خیلی نکته است. یه نتیجه بگیری. نه اینکه آقا کد ندادن، من میگم آقای فلانی بره مذاکره بکنه، با مذاکره حلش کنیم. ولی شفافیت وقتی وجود داشته باشه، من میتونم برای خارجی توضیح بدم چه قوانینی در ایران هست چیا نیست. من نمیتونم بگم. من نمیتونم بگم چه قوانین اختصاصی ما داریم. در مورد موزیک نمیتونم بگم. یک شفافیت. یک شفافیته. دو، قوانین نباید معطوف به فرد باشه. قوانین ما معطوف به فرد علی. تفسیر شخصی نباید باشه. باریکلا. من میتونم اصطلاح مرجع بودن قانون رو بذارم. وقتی تو مرجع باشه اون قانون دیگه تفسیر به آفره. شخص نمیتونه بکنه. پس شفافیت مرجعیت. من این دوتا حالا مابقیش بنده دیگه. بله منم بودم مثلا میگفتم آقا تبلیغ نوشابه حالا آزاد بکنی، موزیکای فلان دوتا برند خارجی هم بود به سوالم تمی متمم بذارم. بله حالا با این درده من تبلیغاتچی چیکار کنم؟ هیچی، چون تبلیغاتچی قدرت نداره که قانون رو تغییر بده. اون فقط تو این زمین باید بازی بکنه. همون چجوری باید بازی کنه؟ فقط باید بازی بکنه. محدودیت‌ها رو باید بپذیری. همونجوری که تو این شرایط اقتصادی داریم الان زندگی می‌کنی. الان من به تو 8 ماه پیش می‌گفتم آقا دلار 4 تومانی قرار بشه 32 تومن، فکر می‌کردی بتونی به حیاتت ادامه بدی؟ خدا وکیلی واقعا تصوری سر اون قورباغه تو آب جوش. ولی با اینکه دیگه اون تبلیغاتچی هم همینه. بچه یه ذره سیریشو کم کن. آره اون تبلیغاتچی هم همینه. آره فکر کنم مال ببرم یواش. تبلیغاتچی هم همینه. اونم تو این زمین باید بازی بکنه. ما که مثلا سندیکا نداریم که این سندیکا رو قوانین سازمان بیاد فشار بیاره، قوانین تسهیل بکنه. مشتاق من سوالم می‌خوام یه ذره اینجا به دنبال راه حل باشیم. راه حل من اینه که من بیام یه در حقیقت توی استاده خرد بازار، مثلا ما راجع به ماشین میخواستیم آگهی، ما تبلیغات ماشینانی این برند تو ماشین به یه خردی رسیدن. داره. شوینده ها به یه خردی رسیدن. همین خرد تو آژانس ها هم پیدا شده. یعنی شما وقتی که مثلا برید تو مدیا آرشیو لاینس مواد خوراکی رو ببینی، میبینی خب مواد خوراکی بالاخره اینا پخش شده دیگه، شما به یک خردی میرسی، میتونی یک به یک استنتاجی برسی. آب بالاخره دختر اگه اینجوری باشه بعد تو سری سرش بکنه، اگه اینجوری باشه میتونه سرش نکنه. من سوال تو رو بعد متوجه شدم. من از این حیث سوال تو تفسیر کردم که چگونه میتونیم روی این قوانین تأثیر بذاریم، تغییرشون بدیم. دست ما نیستشونه. میخوام بگم که ما پس تو این زمینه بازی باید بازی بکنیم. تو میخوای بگی چگونه تو این زمینه بازی راحت‌تر بازی بکنیم؟ آره. خرد بازار یکی از اوناست. ولی من میگم علاوه بر خرد بازار تو تیم شرکت تبلیغاتی باید آدم‌هایی باشن که آستینشون بالا باشه، پای سازمان نشسته باشن، یه ذره سفید باشه اینجا، یه ذره اینجاشون سفید باشه، ارتباطات قوی داشته باشن که بتونن اونجا ببرن داستان رو. فکر کنم 10 دقیقه صحبت کردیم، درسته؟ ببین فضای تبلیغات بدون قانون نمیشه، واقعا نمیشه. ما نیاز داریم یه چارچوبی داشته باشیم، تو اون چارچوب فرهنگی بازی بکنیم، خیلی فردی نباشه، خیلی تفسیرهای مختلفی نشه ازش کرد و همین ببندیم داستان رو. آقای مهدوی خیلی مخلصه. و اون شورای محترم که کد میده واقعا. چکیم کانال گوشه رو سابسکرایب کنید. اینجا گوشه تبلیغات بود که ما هر هفته با مشتبه در رابطه با تبلیغات و ماجراهای
جنبیش صحبت میکنیم. خیلی ممنون، خدا نگهدار. خداحافظ.